به نام خدا. بعد از توضیحات نحوه نصب و پیکربندی نینتکس 2019 میرسیم به اینکه اصلا نینتکس رو در واقع نینتکس فرم رو توضیح مختصری بدیم، با محیط کاریش آشنا بشیم، ببینیم که چجوری کار میکنه، از چه اجزایی تشکیل شده و در واقع چه مدل کنترل هایی رو در اختیار ما قرار میده. خب الان من داخل یک تیم سایت هستم که ایجاد کردم و نینتکس طبق فصل گذشته داخل این سایت من فعال هست. برای شروع کار با نینتکس ما ابتدا باید اون لیست ها و حالا اون کتابخانه هایی که میخواییم فرم های خودمون رو ایجاد و مدیریت کنیم رو داشته باشیم. پس من برای شروع میام در واقع ادن اپ یه کاستوم لیست ساده ایجاد میکنم. برای مثال اسمش رو میذاریم کاستومر لیست. خب میام داخل لیستم، میبینیم وقتی که ما نینتکس رو فعال داریم اینجا نینتکس فرم برای ما آیکونش فعال است. اون نمای کلاسیک هم توی تب لیست در واقع کنار آیکون اینفو پس نینتکس فرم برای ما فعال هستش. خب حالا من میام دوتا ستون هم به این در واقع کاستومر لیست هم اضافه میکنم. اینجا میگم برای مثال کاستومر آدرس کاستومر ایج. خب یا آدرس داریم یا سن داریم. در واقع یه دونه اینجا میام تاریخ میذارم، اسمشو میذارم رجیستر دی، یعنی تاریخی که ثبت نام کرده مشتری من. دیت تایم میگم شامل تایم نباشه، سیو. و تایتل هم میام در واقع میخوام به عبارت فول نیم نمایش داده بشه، میام داخل لیست سیتینگز روی ستون تایتل کلیک میکنم، اینجا اسمشو میذارم فول نیم. خب الان داخل لیست من این اطلاعات با این در واقع ستون های من قرار داره: نام، آدرس، سن و دیت. مخصوص از دیتا تایپ های مختلف انتخاب کردم که حالا تو مثالمون بهتر بتونیم کار کنیم. ببینید ما الان نینتکس رو داخل سایتمون فعال داریم، منتها هنوز در داخل این لیستمون اکتیو دید. یعنی چی؟ این اگه من بیام برای مثلا نیو آیتم بزنم، میبینیم داخل خود نینتکس فرم ثبت اطلاعات برای من هست. اگه نتونم کلاسیک بیام اینجا، اگه بیام نیو آیتم، اینجا داخل خود شیرپوینت اطلاعات برای من فرم ورود اطلاعاتش نمایش داده میشه. خب ما برای اینکه بخوایم اینجا در واقع با نینتکس بخوایم فرمون رو ویرایش کنیم، در گام اول باید بریم تب لیست نینتکس فرمز. خب وارد محیط کاربری نینتکس میشیم. همگامی که وارد محیط میشیم توی هر لیست و لایبرری داخل سایتمون، چیزی که میگم به ازای هر لیست اتفاق میفته، در هنگام ورود از ما اینجا میپرسه که محیط طراحی خودمون رو انتخاب کنیم، یعنی Select Your Designer. یک محیط، محیط مدرن هست که ما رو نسخه 2016 و 2019 در اختیارمون هست، که محیطیه که چیدمان کنترل هامون در داخل اون فرم خیلی راحت تر هست، محیط کاملا ریسپانسیف هست. نکته مهمش این بسیار مهمه. رو سایزهای مختلف صفحه خیلی انعطاف پذیر هستش. کلا چیدمان و طراحی گرافیکی صفحه توی این محیط بسیار برای ما راحت تر هست، چون خیلی محیطه که به ما کمک میکنه توی تراز کردن و الائن کردن کنترل هامون. در این حال یک کوچولو تو تنظیمات کنترل هامون تو نحوه جانمایی ستینگ ها در واقع جابجایی داریم. محیط دوم که همون محیط کلاسیکمون هست، محیطی که نسخه‌های قبلی نینتکس فرم هم در اختیار ما بود، نسخه 2010 و 2013 فیکست ویت هست، که
اینجا دیگه ما برای اینکه بخوام یک محیط، یک فرم طراحی مناسب داشته باشیم، یک فرم استاندارد، خیلی از اصول رو باید خودمون دستی پیاده کنیم. معیار ابعاد بندمون رو مشخص کنیم که دیفالت بر اساس پیکسل هست. چیدمان رو خودمون باید تنظیم کنیم. ریسپانسیو بودن رو خودمون باید اینجا در واقع تنظیماتش رو اعمال کنیم و یه مقدار کار بیشتر میبره برای اینکه یک فرم در واقع شیک و ریسپانسیو رو بتونیم طراحی کنیم. منتها در کل کنترل هایی که ما در اختیار داریم و این تنظیماتی که این کنترل ها دارن و کلا قابلیت های ابزار ما در داخل این تکست فرم توی این دو محیط تفاوتی با هم نداره و در واقع ابزار یکسان هست، فقط محیط طراحی یه مقدار علاوه گرافیکی متفاوته که ما سعی میکنیم تو طول فصل های مختلف با هر دو محیط مثال مختلفی بزنیم. سری کنترل رو با مدرن دیزاین می‌بینیم، سری هم با حالا حالت کلاسیک می‌بینیم که با هر دو محیط آشنا بشیم. خب در گام اول من هر دوی اینها رو اجرا می‌کنم ببینیم نحوه نمایشمون چجوریه. وقتی من یک بار لیستی رو ایجاد می‌کنم، وقتی داخل این تکست فرم میام، وقتی هر کدوم از این دو حالت رو انتخاب کنم، دفعه بعد دیگه از من نمیپرسه توی اون لیست خاص. یعنی مثلا من اگه بیام گزینه مدرن رو انتخاب کنم، اینجا میبینیم وارد محیط طراحی نین تکست فرم میشیم. دفعه بعد که بخوام وارد این فرم بشم، دیگه از من نمیپرسه کدوم رو میخوای، کلاسیک یا مدرن، مستقیم تو محیطی که دفعه اول انتخاب کردیم. و این تنظیمات برای هر لیست جداگانه در واقع اعمال میشه. میتونه یه لیست رو حالت مدرن کار کنیم، یه لیست رو حالت کلاسیک. خب الان من وارد محیط این تکست شدم در حالت مدرن. خب اینجا ما میبینیم خیلی از توضیحاتی هم که الان من خدمت دوستان میگم که تو محیط کلاسیک هم کاملا یکسانه. ما در داخل محیط این تکست فرم از سه قسمت اصلی محیط ما تشکیل شده. یک ریبون بالای صفحه که اینجا نوشته این تکست فرم 2019 و بر اساس کنترل هایی که داخل صفحه داریم و هر کنترل هایی که کلیک کنم میبینیم کنار این تب اصلی یه تبی هم مخصوص همون کنترل با تنظیمات اختصاصی همون کنترل قرار داره. خب توی قسمت سمت چپ یه پنل باری داریم اینجا که از در واقع سه قسمت کلی تشکیل شده. قسمت فرم کنترلز که همون جنرال ماست، لیست کنترل های ما اینجا وجود داره. میبینیم لیست کنترل هامون هست، میتونیم سرچ هم کنیم اسمش رو پیدا کنیم. کنترل رو اونقدر زیاد نیست که بخوایم حالا حتما با سرچ کار کنیم. مثلا دوستانی که با ویژوال استودیو کار کردن، ابزارهای ویژوال استودیو نیست که خیلی طولانی باشه یا، ولی خب اینجا به هر حال کمک میکنه به ما که برای پیدا کردن سریع کنترل هامون. خب تب دوم تب شیر پوینت هست. پس گفتیم تب اول جنرال بود، ابزار اصلی ما. تب دوم تب شیر پوینت هست که اینجا یک سری در واقع آیتم های رو میده که حالا تو طول فصل با اونها بیشتر میپردازیم. و قسمت سوم لیست کالمز. این لیست کالمز در واقع ستون هایی هست که در داخل اون لیستی که ما فرمش رو میخوایم طراحی کنیم وجود داره. اینا خیلی به ما کمک میکنه. ما داخل خود این تکس هم میتونیم ستون هامون رو اضافه کنیم و ستون های جدیدی ایجاد کنیم. حالا به فصلش میرسیم. و در نهایت چیزی که از همه برای ما مهمتره محیط طراحی ما هست. میبینیم یه محیط کاملا در واقع مناسب. البته این چیزی که الان اینجا داریم میبینیم حالت مدرن هست که کاملا ریسپانسیو هست برای ما، از قسمت های مختلفی میتونه تشکیل شده باشه. این تصاویر، این عکسی که اینجا میبینیم یه چیزیه که دیفالت برای فرم ما گذاشته شده، میتونیم اونو عوض کنیم، حذف کنیم. ما هنگامی که یک لیستی رو ایجاد میکنیم و این تکست فرم رو داخلش فعال میکنیم، به صورت اتوماتیک بر اساس فیلد هایی که داخل لیست داریم فرمش برای ما ایجاد میشه. مثل همین الان که اینجا میبینیم فول نیم، کامپانی، در واقع کاستومر آدرس، کاستومر ایج، رجیستر دیت. و جالبه بر اساس اون در واقع دیتا تایپی که ستون ما داره، اون کنترلی که اینجا قرار گرفته متفاوته. چیز طبیعی که خب دیگه با ابزارهای امروز خیلی چیز عجیبی نیست. و اتچمنت که حالا
بعدا بگیم اینا چجوری کاستومایز کنیم. نحوه چیدمان این فرم توی حالت دیزاین در واقع میبینیم متفاوت هست با چیزی که ما در واقع اینجا تو قسمت کلاسیک خواهیم دید. اینجا میتونیم به راحتی در واقع تمام صفحه کنیم، چیدمانش رو در واقع تغییر بدیم، کنترل ها رو با هم تراز کنیم. مثلا اگر من بیام داخل تب جنرال به کنترل به نام لیبل بخوام اینجا اضافه کنم، خیلی راحت من میام اینجا دراگ اند دراپ، میبینید بر اساس اون پوزیشن ماوس من میتونم یه ردیف جدید اضافه کنم، میتونم جلوی یک کنترل کنارش در واقع اضافه کنم. ببینید بر اساس نخ پوزیشن من اینا کاملا متفاوته و خیلی راحت میکنه کار ما رو. مثلا یه لیبل من قرار دادم، میتونم برای مثال بخوام یک تکست باکس دیگه قرار بدم اینجا باز به همین شکل. خب هر کنترلی هم که روش کلیک کنم، گفتیم اینجا تب در واقع پراپرتیش به صورت جداگانه برای ما نمایش داده میشه که از همینجا هم من میتونم در واقع کنترلی که انتخاب کردم دکمه دیلیت رو کیبوردم رو بزنم، هم میتونم اینجا بیام گزینه دیلیت رو انتخاب کنم و اون کنترل هایی که نیاز ندارم رو اینجا حذف کنم. خب اما بیایم قسمت بالا رو یک توضیح کلی بگیم که میخوام تو فصل‌های بعد باهاشون کار کنیم دیگه مشکل خاصی نداشته باشیم. در داخل تب نین تکست فرمز یه سری آیتم های وجود داره که توی نمای کلاسیک و مدرن یه مقدار تفاوت داره. توی نمای مدرن آیتم ها کمتره ولی آیتم های متفاوت هم توش مثل این تم رنگی برای ما وجود داره. خب من از چپ به راست توضیح میدم. در قسمت اول اینجا گزینه سیف و سیف ان کلوز داریم. ببینید دوستان، ما وقتی وارد محیط طراحی نین تکست فرم میشیم تا وقتی که تغییراتی که اعمال میشه و طراحی فرم که انجام شده نهایی نشه یا اصطلاحا پابلیش نشه، لیست ما با این فرم کار نخواهد کرد و این تغییرات در داخل فرم ما اعمال نخواهد شد. اینجا که ما گزینه سیو رو داریم، ما میتونیم تغییرات زیادی اینجا بدیم، منتها وقتی میگیم سیو این تغییرات صرفا ذخیره میشن. وقتی هم استفاده داریم که مثلا داریم فرم رو طراحی میکنیم، یه مقدارش رو طراحی کردیم، بقیه یه طراحی میذاریم برای یه تایم دیگه و به هر دلیلی ذخیره میخوایم انجام بشه ولی نمیخوایم نهایی بشه توی فرم اصلی. سیو اند کلوز کلا هر جا کلوز دیدیم، مثل این سیو اند کلوز که کلوز اینجا، فرم بسته میشه و برمیگردیم به محیط لیستمون. حالا اینجا بیایم تو نمای مدل، اینجا نین تکست فرم، برمیگردیم تو محیط شیر پوینت، مجدد میام داخل نین تکست فرم، میبینیم دفعه بعد دیگه از ما نپرسید، مستقیم اومد تو حالت مدل. خب پس سیو فقط ذخیره میکنم. گزینه بعد گزینه پابلیش. پابلیش هم تغییرات رو ذخیره میکنه هم در واقع بر روی فرممون اعمال میکنه. حالا اگه من بیام کلوز رو بزنم برگردم توی لیست، دقت کنید، اجازه بدید من اینو تو نمای کلاسیکم بگم. اگه بیام اینجا نیو آیتم، همچنان میبینیم فرم ما با نین تکست کار نمیکنه. چرا؟ ما نین تکست فرم رفتیم، فرممون هم طراحی کردیم، منتها هنوز پابلیشش نکردیم. چون پابلیش نکردیم فعلا با فرم نین تکست کار نمیکنه. حالا من تغییراتی که اعمال کردم اگر بیام گزینه پابلیش بزنم، هم سیو میشه هم پابلیش میشه، یعنی سیو هم انجام میشه باش. اگر پابلیش و کلوز رو بزنم پابلیش میشه و میریم داخل نین تکست. حالا مثلا من اینجا پابلیش و کلوز رو بزنم، اینجا از ما میاد پنجره باز میشه، اینجا میگه تو حالت ریسپانسیو ما هستیم، اینجا چک باکسیه که در واقع یا اسکیپ کنم اون پنجره که در این پنجره که نمایش داده میشه. حالا اون دیگه دلخواه خودمون هست، گزینه پابلش رو میزنیم. خب الان کلوز شد. حالا اگر من بیام داخل شیپونتم نیو آیتم رو بزنم، اینجا میبینیم دیگه داخل اون حالت دیفالت شیر پوینت نمیریم و فرمی که ما طراحی کردیم برای فرم ورود اطلاعات ما و همچنین ویرایش اطلاعات ما در واقع
در نظر گرفته شده. آره برای مثال میگیم حمید رضا، یه دیتا انتری هم میکنیم، کاستمر آدرس میگیم تهران، رسالت سن 35، تاریخ ثبتش همینجا میبینیم کالندری برای ما باز شده. حالا دوست، حالا توی مجموعه های خودمون اگه فارسی ساز داشته باشیم طبیعتا این کلندر ما شمسی خواهد بود. خب به این شکل آیا زمینه خواهیم داشت؟ اینجا سیو رو میزنیم. خب ردیف ما اینجا ثبت شد. اگر روی ردیف کلیک کنم میام نمای ویو هم برای ما نمای همون این تکست هست. حالت ادیت هم اگر من برم باز برای ویرایش هم اینجا در داخل این تکست فرم خواهیم رفت. خب برمیگردم داخل فرم سازن این تکست. خب کلوز هم که گفتیم ما در واقع پنجره بسته میشه و میریم داخل فرم. دقت کنید حتما سیو رو قبلش زده باشید. اما یه گزینه اینجا داریم به نام پرویو. این پرویو چند تا ویژگی برای ما داره. یکی این که ما میتونیم از طریق این پرویو نمای فرم خودمون رو تو دیوایس های مختلف تست کنیم. دو این که ما قبل از اینکه بخوایم پابلش کنیم و روی فرم اصلی اجرا کنیم فرمو، روی در واقع فرم اصلی ثبت اطلاعاتمون و ویرایش اطلاعاتمون، میایم اینجا پیش نمایش ببینیم. اگه اینجا پرویو رو بزنم اینجا میرو چه مودی میخوای در واقع بیای اطلاعات رو ببینیم. نیو ادی دیسپلی ستا که الان نشون دادیم میگیم جنریت پرویو. خب این همون نمایی که تو قسمت قبل دیدیم. تا این پرویو در واقع داخل خود تمایز طراحی به ما داده شده. خب اما ما اینجا یه گزینه داریم به نام ریست. ریست یعنی اینکه ما اگر بیایم تغییرات داخل فرم بدیم، کنترل ها اضافه کنیم، تغییرات اعمال کنیم، ریست که انجام بشه فرم ما رو برمیگردونه به حالتی که خود این تکست در واقع فرم رو برای ما جنریت کرد. یعنی لیست رو ساختیم، ستون ها رو ساختیم، فرم رو که این تکست واردش شدیم و جنریت کرد اومد کنترل ها رو برای ما با یه سری تنظیمات ما رو برمیگرده به همون نقطه. مثلا اگه من بیام اینجا یه لیبل اینجا اضافه کنم، مگر رو لیبل در واقع کلیک کنم وارد تنظیماتش بشم، اینجا دابل کلیک بکنیم وارد کنترل ستینگ میشیم، اینجا هم باز کنترل ستینگ برای ما فعاله و میتونیم به راحتی باهاش کار بکنیم. ما میام اینجا کنترل ستینگ متن رو لیبل هم مثلا اینجا میگیم کاستومر فول نیم، یه تایتلی میخواییم برای این داشته باشه. بعدش میان تابی جنریت سیف. حالا با این ابزار خیلی کار خواهیم کرد. حالا اگر من اینجا ریست رو بزنم اینجا به من میگه یه همه عناصر یک جنریت شدن، برمیگه رو حالت ابتدایی. اوکی رو که بزنم میبینیم اون لیبل حذف شد و کلا تنظیمات من ریست شد. حالا الان فقط یه لیبل بود، شاید ما تنظیمات و تغییرات زیادی اعمال کرده باشیم. دقت کنید یه ذره این گزینه برای ما میتونه خطرناک باشه، حتما باید دقت کنیم. برای همین یه کانفرم هم اینجا برای ما میاد، یه پیغامی که مطمئنی که میخوای این کار رو بکنیم. خب اگه اینجا من بیام دلیت فرم رو بزنم، فرمی که ایجاد کردم حذف میشه و شیفون برمی کنم تو دیفالتش. اگر کلیر آل رو بزنم تمام آیتم هایی که داخل فرم هست پاک میشه، تو من حالا نیازی نیست این کار رو انجام بدیم. یه بحث به نام ورژنز. ما توی شیر پوینت هم بحث ورژنینگ رو داریم که تو دوره پاور یوزر مفصل توضیح دادیم. شیر پوینت هم این بحث ورژن رو اینجا برای ما تا حدودی داره و حتی نه به مفصلی خود شیر پوینت، اصلاً میگم این تکس هم اینو داره، نه به مفصلی خود شیر پوینت، ولی خیلی جا میتونه به ما کمک کنه. اگر الان مثلا من مرالت این وضعیت ما رو به یه نسخه با این دواقع قبل تر برگردوند. خب این حالا توی مثال مختلف از این ابزار بیشتر استفاده میکنه. اما یه گزینه بسیار مهم پرکاربرد برای ما اینجا ایمپورت و اکسپورت. ایمپورت و اکسپورت در واقع همون بکاپ ریستور فرم های ما هم میتونه باشه. برای مثال من این فرمی طراحی کردم، من یه نسخه بکاپی ازش داشته باشم،
که اگه تغییر اشتباهی در ادامه دادم بتونم اونو برگردونم. دو، میخوام یک فرمی که طراحی کردم برای سایت چرپونتی دیگه هم ران کنم. خب مجبور نیستم اونجا بریم دوباره اون رو دوباره جنریت کنیم، بسازیم، میتونیم به راحتی بیایم گزینه اکسپورت. اینجا فرم من رو در چارچوب یک فایل XML در واقع اکسپورت کرد که من میتونم تو هر سایتی که در واقع این تکست رو دارم مجدد بیام داخل اون در واقع و با همین ساختار لیست من هست بیام ایمپورت رو بزنم، اینجا گزینه انتخاب فایل رو بزنم و اون فایل XML که از فرم دیگه این در واقع اکسپورت کردم ایمپورت کنم و اون تنظیمات بر روی فرم من اعمال بشه. خب پس این گزینه مهمی است. اما ما در داخل این تکست فرم هم میتونیم ستونهای خودمون رو در داخل شیرپونت ایجاد کنیم. ما داخل لیستمون اینجا گفتیم تب لیست 4 تا ستون داریم الان: فول نیم، کاستومر نیم، کاستومر آدرس، کاستومر ایج و رجیستر دیت. از آیکونای اینها مشخصه که چه نوع کنترلی برای اینها در داخل فرم استفاده شد. من اگر بیام یک کنترل رو حذف کنم، ببینید اینجا هم دیلیت داره، مثلا این فقط تو نمای مدرن این برام فعاله. اگر اینجا بام دیلیت کنم میتونم مجدد بیام از رو خود لیست کالمز ها و اینجا درگ اند دراپ اون ستون رو کنترلش رو توی صفحه اضافه کنم. خب حالا من از همینجا میتونم ستون جدید داخل شیرپوینت لیستم اضافه کنم. به چه شکل؟ میام کرییت کالم، همون پنجره سمت ستون جدید اینجا برای من اضافه میشه. اینجا مثلا اسمش رو میذاریم کاستومر سیتی. خب اینجا هم چویسس انتخاب میکنیم، میذاریم اسمش رو مثلا تهران شیراز یست. به ساعت دراپ داون میخوایم اینجا برای ما قرار بگیره. خب ستون ما اینجا اضافه شد، چون حالت در واقع چند انتخابی بود اینجا به شکل یک کومبو باکس. اگر من اینو، ولی دقت کن اینجا ما به فرم هنوز اضافه نشده، اینجا اومده. من اینو میتونم بیام به این شکل که میبینیم یک دراپ داون لیست برای ما اینجا قرار گرفت. خب حالا به اینا باز بیشتر در آینده خواهیم پرداخت. اما یک تبی داریم اینجا به نام در واقع کلان سیتینگز که کرییت کالم یکی از اون بود. یک گزینه دیگه داریم سیتینگز. این سیتینگ لیستمون نیست، سیتینگ فرممونه. کالا قسمت های مختلف داره، بهش خواهیم پرداخت. متغیرها، فرم وریبلز که تو بحث ورکفلو هم خیلی روی ما تو اون دوره بحث کرده بودیم که اینجا هم به وقتش بهشون خواهیم پرداخت. یه قسمت این ورکفلو، یک مزیتی که نیم تکست فرم در واقع در اختیار ما قرار میده اینه که با نیم تکست ورکفلو خیلی مچه. کلا با ورکفلو های شرپون، چه نیم تکست ورکفلو چه شرپون ورکفلو خیلی مچه. نیم تکست ورکفلو که برای یه کمپانیان و اصلا نصبشون هم با هم خب خیلی هم میتونه ما اینجا در واقع کمک کنه. بحث رول ها رو خواهیم داشت که حالا به وقتش به اینها خواهیم پرداخت. اما یک گزینه اینجا وجود داره، یه تبی داریم در واقع یه گروهی داریم کاستومایز تمز. ما میتونیم این فقط تو حالت مدرن در حالت ریسپانسیو در اختیار ما هست. ببینید الان این فرمی که ما اینجا داریم یه قالب رنگی داره، مثلا دکمه های نارنجی، خاکستری و ترکیب رنگ مشخصی داره که دید زمینه نارنجی اینجا برای ما هست. اگر پرویو اینجا بیایم بگیریم میبینیم، جایی بیام پرویو میبینیم یک زمینه نارنجی و خاکستری اینجا برای ما فعاله. خب من میتونم بیام قسمت تم این ترکیب رنگ رو تغییر بدم. یعنی به چه شکل؟ من اینجا میام مثلا رنگ اصلی رو، خب دقت کنید تو تغییراتی که توی فرم های من اعمال میشه. مثلا میام یه مقدار رنگ ها رو کدرتر میکنم، اپلای که بزنیم اینجا بلا فاصله ترکیب رنگ عوض میشه. اینجا ببینید نوع فونت، البته ما تعداد فونت های محدودی اینجا داریم که حالا بعدا ما تو بحث هایی که از استایل شیت هم سی اس اس ها استفاده خواهیم کرد میگیم که چجوری میتونیم فونت های بیشتری رو استفاده کنیم
سایز فونت متن و اینها هم همه اینجا قابل در واقع تغییر هستش و میتونیم هر تغییری که مد نظرمون هست اینجا اعمال کنیم. خب قسمت بعدم که هلپی که اصلا اینجا خیلی باهاش فعلا کاری نداره. این یک مقدمه بود از نیم تکست. اینجا هم ما در واقع گزینه آندرویدو رو داریم که تا یک تعداد محدودی از تغییرات برای ما اینجا آندرویدو رو اعمال میکنم. خب یک مقدمه بود بر محیط طراحی ورک فلو، محیط طراحی فور، منتها در حالت ریسپانسیو یا همون مدل. اما اگر بخوایم در حالت کلاسیک یا همون چیزی که تو نسخه های قبلی شرپ مثل 2013 کار میکردیم داشته باشیم، باید به چه شکل عمل کنیم و اونها از چه تنظیماتی برخوردار هست. اما برای آشنایی با محیط کلاسیک من از این محیط بیرون میام، سیوم نمی کنم. خب من میام یک لیست جدید ایجاد میکنم. اپ کاستوم لیست جدید برای مثال اسمشو میذاریم سیتی لیست، لیست شهرها. خب در داخل این لیست، حالا چه نمای مدرن چه نمای کلاسیک فرق نمیکنه، من یه ستون جدید دیگه میام اینجا میسازم، یه تایتل داریم اسم شهر، یه دونم آیتم میذاریم کد شهر که اینو در واقع عدد در نظر میگیریم. خب همین دوتا فعلا برای من کفایت میکنم. حالا من میام تو قسمت این تکست فرم، اینجا میره مجدد چون توی این لیست دفعه اول از اون طراحی میره میپرسه، این دفعه دیگه حالت در واقع فیکس ویت رو انتخاب میکنم، هم حالت کلاسیک. ما اینجا دستمون بازتره، ببینید وارد محیط همیشگی این تکست فرم میشیم. اینجا حالا به یه دلایلی ما یه مقدار دستمون بازتره، توی محیط مدرن راحت تر اینجا تنظیماتمون یه تنظیمات پیشرفته تری در اختیارم قرار میدی، جزئیات بیشتری رو ما اینجا در اختیار داریم. خب اینجا ببینیم این محیط، خب اون حالت چیدمان فرم که تغییر نکرده، اون قسمت سنتوچ هم همونه. حالا یک سری ابزارها اینجا مثلا تو قسمت شرپون متفاوته، حالا به وقتش اینا رو من بهش میپردازیم. چیزی که الان اینجا برای ما خیلی بارز تفاوتش، یکی محیط طراحیمونه، یک ریبونمونه، آیتم های تشکیل دهنده ریبونه. تو آیتم های تشکیل دهنده یه ریبونه بالا این تکست فرم، خب اینا رو که گفتیم ایمپورت اکسپورت گفتیم، اینجا میبینیم کات و پیست و اینها برای ما فعال هست. یک سری آیکون ها اینجا برای ما اضافه شده مثل فرمت پینتر، مثل در واقع اینجا میبینید کنترل رو انتخاب کنیم، میتونیم اینو بزنیم و کنترل دیگه هم با همین مثل همین فرمت بشن، چیزی که تو ابزارهای آفیسی مثل ورد هم هست. گرید کالم بود، ستینگ بود، اکسنال فرمی بحث جداگانه که اضافه شده اینجا. اما اینجا یه گزینه داریم به نام لیوت که ما تو نمای مدرن اینجوری نداشتیمش، اونجا خب ریسپانسیو بود. ما اینجا میتونیم نمای طراحی خودمون رو تو ابعاد و دیوایس های مختلف ببینیم و طراحی کنیم. یعنی چی؟ دیفالتش رو دسکتاپ برای کامپیوترمونه که چون عرض ابعاد دیفالتش رو میگه 700 پیکسل در 600 پیکسل ارتفاع. میتونم بیام بگم اسمارت فون تغییر میکنه، ابعاد این بالا نوشته شده، این تکست موبایل فون، این تکست موبایل در واقع تبلت. اما اینجا آدر دیوایس چیزای کاربردی تری به ما نشون میده، آیفون، اندروید، آیپد، ویندوز فون، چیزایی که تو عالم واقعیت خب خیلی در واقع برای ما پر کاربرد تره. میبینیم تو دیوایس های مختلف به چه شکل و ما به راحتی میتونیم بر اساس این پرویو طراحی فرممون رو تنظیماتش رو درست اعمال کنیم. خب اینجا ما که بیم دستا برمیگم رو دیفالت. حالا لیاتی بخوایم دیلیت کنیم، تغییراتی بدیم، اینجا گزینش از ورک فلو هم که گفتم. اینجا اگه کنترل این یوز رو بریم، اینجا در واقع بحثی حالا به وقتش بهش میپردازیم، این پنلی که اینجا باز میشه چه کاری میتونه برای ما انجام بده. خب
اما محیط طراحیمون، ببینید ما هم ظاهرش تغییر کرده، هم نحوه کار با اون. اگر من برای مثال بیام تب جنرال، مثل مثال قبلی یک لیبل بخوام اضافه کنم، دیگه مثالت ریسپانسیف خودش برای من جانمایی نمیکنه. ببینیم کاملا ساکن استاتیک و من میتونم اینجا در واقع چیدمانم خودم مشخص کنم. نکته ای که اینجا هستش، ببینیم صفحه ما از یک پیکسل های تشکیل شده و علاوه گرافیکی خب ساده تر از حالت مدرن هست و کاملا ابعادش ثابته، یعنی ریسپانسیو نیست. اگر من بیام و در واقع توی لین تکست تو قسمت سیتینگز برم، اینجا ستینگ من توی حالت که در واقع کلاسیک مقدار بیشتره. اینجا گرید سل در واقع تنظیماتش هست. گرید سل همین خونه های کوچیکی که من توی این فرم هم میتونم ببینم، که میتونم اینا رو برای مثال تغییر بدم بر اساس نیازم. بیام مثلا اینجا بگم چجوری باشه عرض و ارتفاع در واقع محیط کاریم، این لیوتی که توش هستیم. الان رو عدد استاپ هستیم، این 700 در 600. من اینجا میتونم بیام و مثلا بگم 900 در 650 پیکسل، معیارمون اینجا پیکسل استم تو گرید باشه، پس اون خونه ها کنترل اون در واقع چیده بشن. آیا میخوای اصلا این گرید لاینی که اینجا داریم همین خونه ها نمایش داده بشه؟ باشه. خب البته فقط برای طراحیه، توی فرم اون اینا نمایش داده نمیشه، تو فرم نهاییم. ولی حالا اینجا کمک میکنه اون پیغامی که میگیم پابلش بشه، اینجا هم میتونیم بگیم که دیگه نمایش داده نشه. حالا به بحث آیتم های دیگهش میرسیم. این پس تفاوت هایی که در واقع الان ما به صورت کلی اینجا میبینیم و میبینیم عرض صفحمون تغییر کرد، پیکسل هم یه مقدار بزرگتر شد و ما اینجا میتونیم بیایم و طراحیمون رو بر اساس این در واقع این فرم انجام بدیم. حالا اون چیزی که خودش جنریت کرده برای ما، میبینیم یه مقدار بخوایم اون چیزی که مناسب هست طراحی کنیم شاید زمان بیشتری بگیره، ولی خیلی تحت کنترل تر هست برای ما. خب اینم یک در واقع اوورویوی بود از نمای کلاسی توی این تکست فرم. ما با هر دو محیط کار خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد، ولی کنترل هامون در کل تفاوتی نمی کنن، تنظیماتشون تفاوتی نمی کنه و اینو حتما باید در نظر داشته باشیم. خب امیدوارم که این فصل مورد رضایت دوستان واقع شده باشه.